سلام بینندگان عزیز، شبتون خوش. خوش آمد میگم به دومین برنامه الف و یا در این سال جدید 2022. عزیزان، هفته پیش موضوع برنامه ما مژده انجیل بود که شش آلو بابایان راجع به این انجیل مژده توضیحاتی دادم. از این هفته به بعد ما میخوایم راجع به موضوعهای جورواجوری با هم دیگه صحبت کنیم تا این موضوع مژده انجیل خبر خوش رو بهتر بتونیم درک کنیم. موضوع این هفته خلقت زمین هستش و راجع به این موضوع میخوایم امروز با برادر آرش عزیز صحبت کنیم. آرش جان خوش آمدین، خوشحال هستیم که امروز میتونیم با تو گفتگو داشته باشیم. ممنونم، مرسی. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همینطور بیننده های عزیز شما هستم. سلام میگم به شما بیننده های عزیز در هر جایی که هستید، امیدوارم که در سلامتی و قوت باشید. آمین. خب آرش جان، الان میخوایم مستقیما بریم به این موضوع. سوالی که برای عزیزان و ما پیش میاد اینه که برای چی یا چطور کره زمین به وجود اومده؟ آیا به وجود اومدن کره زمین یه اتفاق بود؟ چیزی منفجر شد؟ بعضی بهش میگن بیگ بنگ. میتونی راجع به این موضوع برای بیشتر توضیح بدی یا نظر خودتو به عزیزان بدی؟ بله، این موضوع واقعا موضوع خیلی بزرگ و همینطور جالب و همینطور پرچالشی هست. سالهاست من فکر میکنم از همون ابتدایی که انسان به یک مقدار تونست این کهکشان و دنیا رو ببینه و تلسکوپ خلق شد، تونست ستاره ها رو ببینه و همینطور علم ستاره شناسی و نجوم هم همینطور به وجود اومد، نظریات متفاوتی از اون ابتدایی که فکر میکردن زمین صاف هستش، بعد گالیله فهمید زمین گرد هست، بعد فکر میکردن که زمین در مرکز کائنات هست و خورشید و همه سیاره‌ها به دور زمین میچرخن، بعدا فهمیدن که نه فقط زمین در مرکز کائنات نیست، بلکه یک نقطه خیلی کوچیک و جزئی در این کهکشان بزرگ است. و مخصوصا ما در این سالهای اخیر و قرنی که درش هستیم میبینیم که تلسکوپ‌ها و ماهواره‌هایی چطور در واقع ساخته شده و به فضا فرستاده شده که عظمت و بزرگی این جهان رو داره به ما نشون میده. که هر چقدر که علم پیشرفت میکنه، اتفاقا ما میبینیم که چقدر این جهان یا زمینی که ما درش هستیم کوچیک و کوچیکتر هستش. و خیلی تئوری های متفاوتی بوده، این که بیگ بنگ بوده، یک انفجاری به وجود اومده، برخورد دو اتم بوده و یا غیره. همه اینها میتونه وجود داشته باشه و میتونه نباشه. ما در کلام خدا پاسخ مشخص و مطمئنی رو به این در واقع خلقت و آفرینش جهان ما دست پیدا نمی کنیم. اما نکته ای که واقعا هست، اتفاقا من این رو روی سخنم با عزیزانی هستش که من بارها شنیدم، افرادی هستن که میگن ما در قرن 21 هستیم، علم برای همه چیز پاسخ داره، علم برای همه چیز جواب داره. و خب برای همه چیز نه، اما برای خیلی چیزها خدا رو شکر می‌بینیم جوابهایی داره پیدا میشه. اتفاقا مخاطب من عزیزان هستن، تمام کشفیاتی که علم تا به الان بهش رسیده، تونسته بفهمه و متوجه بشه، هیچ کدوم این کشفیات مغایر و مخالف کلام خدا نبوده. یعنی ما هیچ چیز رو دانشمندان نتونستن کشف کنن یا متوجه بشن از زمین، از گذشته و از تاریخ، که بخوام بگن که کلام خدا به ضد این رو میگه. اتفاقا میتونم بگم هر اون چیزی که علم و بشر و عقل و دانش انسانی تونسته بهش برسه، بیشتر صحه گذاشته و تایید کرده حقیقت کلام خدا رو. پس ما هرگز مسیحیت نمیخواد یک دیدگاه دوگمگرا داشته باشه که فقط همین چیزی هستش که ما کلام خدا میگه. نه، ما کلام خدا خیلی پاسخ خیلی از سوالها رو نداریم، اما این رو من مشخصا میتونم بگم که پاسخی که کلام خدا به ما در خلقت این جهان و زمین میگه، کتاب مقدس میگه، اصلا مغایر با علم نیست. اتفاقا اینها در خیلی جاها با هم تلاقی دارن و ما در چیزی که در کتاب مقدس میبینیم، میدونیم که این زمین و این جهان همه چیز با یک فکر و با یک انگیزه و با یک هدفی خلق شد. ما باور داریم که یک خالقی این زمین رو، این جهان رو خلق کرد. حالا این خلقت امکان داره در از طریق بیگ بنگ باشه، شاید بیگ بنگ واقعا اتفاق افتاده، اما اگر هم اتفاق افتاده، من باور دارم که این اتفاق در نگاه و در زیر اون خلقت هدفمند خدا بود. خود کلام خدا به ما میگه، ما در کتاب ایوب باب 38 آیه 4 این رو میخونیم که خدا به ایوب میگه اون موقع که من زمین رو بنیان مینهادم تو کجا بودی؟ خدا مشخصا میگه که من این زمین رو ساختم. ما جایی که در مزامیر میخونیم که مزمور نویس در مزمور 102 آیه 25 هستش که میگه تو ای خداوند از قدیم بنیان زمین را نهادی و آسمان ها صنعت دست توست. پس ما باور داریم که خدای خالق ما که امروز ما اون رو با عنوان عیسی مسیح میشناسیم،
در عهد جدید در رساله کلوسیان هستش در باب 1:16. خیلی این آیات رو من خیلی دوست دارم و قلبم هست که حتما بخونم. باب 1:16 پولس میگه، در واقع عیسی رو خطاب قرار میده، میگه زیرا همه چیز به واسطه او آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه در زمین است. پس ما باور داریم که این جهان توسط خدای خالق خلق شده و اتفاقا علم داره کمک میکنه به نظر من که ما بفهمیم خدا چگونه این جهان رو خلق کرد، از چه عوامل طبیعی استفاده کرد. دقیقاً. پس الان تو این دور زمونه چه نشانه های وجود داره که به ما ثابت کنه که این خلقت از یک خالق وجود اومده؟ من فکر میکنم بزرگترین و مهمترین نشانه‌ای که میتونه به ما ثابت کنه برای هر آن چیزی که در زیر کائنات هست، در زیر سقف آسمان هست، یک خالقی هست، یک حافظی هست، یک نگهدارنده‌ای هست، اول از همه خود ما انسان‌ها هستیم. خلقت انسان نمیتونسته به خودی خود به وجود بیاد. حالا در مورد خلقت انسان در برنامه‌های بعدی ما بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما وقتی که ما نگاه می‌کنیم، یک انسان وقتی که چشمش رو هر صبح از خواب باز می‌کنه، وقتی در شب که خواب هست، قلب انسان کار می‌کنه، مغز انسان کار می‌کنه، سلول‌های بدن، سیستم خونرسانی، همه اینها کار می‌کنه. پس نشون میده که یک خالق و یک در واقع نظم دهنده‌ای به بدن وجود داشته باشه. ما حتی برای اینکه باور داشته باشیم این کائنات و این جهان نگهدارنده‌ای داره، حافظی داره و خالقی داره، نیاز نیست خیلی حتی تحصیلات داشته باشیم، یا حتی نیاز نیست خیلی ایمان داشته باشیم در هر مکتب و باوری. من فکر میکنم وقتی ما به این طبیعت نگاه میکنیم، وقتی ما به فصلها نگاه میکنیم که چطور زمستان میشه، همه چیز میمیره، همه چیز از بین میره. من واقعا خودم روبروی پنجره اتاق من دو تا درخت هستش که پر از برگ هست در تابستون سبز، و جوری که من پشت این درخت ها رو اصلا نمیتونم ببینم، اینقدر برگ زیاد داره. اما به فاصله چند ماه هیچ چیزی نیست، هیچ برگی دیگه روش نیست، و دوباره بعد از چند ماه دوباره پر از برگ میشه. ادعی میگن که خب ادعی باور دارن در بودایی ها و یا در ادیان دیگه در فلسفه شرق میگن خب یک نظم در این کائنات هست که این نظم داره میچرخه و همه چیز رو در خودش داره. خب سوال من از این افراد هستش که چه کسی این نظم رو به وجود آورد؟ چه کسی این نظم رو خلق کرد؟ وقتی ما به زمان نگاه میکنیم، وقتی به فصل‌ها نگاه میکنیم، همه اینها رو خدای خالق ما آفریده و به وجود آورده. و باز هم در کلام خدا ما در مزمور 74 آیه 16 و 17 مزمور نویس اینطور میگه، در دعایی که داره حضور خدا میاره، میگه روز از آن توست و شب نیز از آن تو، نورافشان ها، اشاره به تمام ستاره ها داره، و خورشید را تو برقرار ساختی، تو بودی که حدود زمین را مقرر داشتی، تابستان و زمستان رو تو آفریدی. خدای خالق ما هستش که همه چیز این طبیعت رو، زمان رو، نورافشان ها رو، ستاره ها رو، هر اون چیزی که من و شما یک قسمتی از اون هستیم رو نه فقط خلق کرده، بلکه حفظ میکنه و نگهداری میکنه و ما در این حفاظت داریم زندگی میکنیم. مرسی برای این جواب خیلی جالب. پس یک خلقت هدفمند وجود داره. کتاب مقدس در مورد این خلقت هدفمند چی نوشته، چی میگه؟ بله، ما عزیزانی که با کتاب مقدس آشنایی دارن و حتی شاید در عزیزان حتی که در باب در واقع دین یهود هستن یا حتی شاید در اسلام هستن، حتما کتاب تورات رو باش آشنایی دارن و خوندن. کتاب تورات پنج کتابی هستش که موسی نوشت و در کتاب اول که در واقع کتاب پیدایش هست، در باب یک کتاب پیدایش موسی اون تصویر و اون مفهوم یا اون مکاشفه‌ای که از خدا گرفته بود در مورد اینکه چطور این جهان یا به صورت خاص این زمین و هر اون چیزی که در این زمین داره حیات داره که انسان هم جزءش هست خلق میکنه رو نوشته. قبل از اینکه من بخوام وارد این موضوع بشم، میخوام بگم که ما باید بدونیم این تصویری که، این داستانی که در واقع من میتونم بگم ما در باب یک کتاب پیدایش میخونیم، یک داستان دقیق نیست، یک ترتیب کامل نیست، یک حقیقت نیست که ما همه زوایاش رو بخوایم بدونیم. میتونم از نظر من میتونم بگم یک تصویر محبی هست از اون چیزی که اتفاق افتاده، و اگر این رو ما میخونیم خیلی حقایق عمیق‌تر زیادتری پشتش هست که میشه بهش دست پیدا کنیم. اما کتاب مقدس خیلی زیبا در همون باب 1:1 میگه در آغاز، در ابتدا، که ما نمیدونیم خب شاید این آغاز و ابتدا کی بود، اما در اون ابتدایی که برای خدا ابتدا محسوب میشد، میگه خدا آسمان ها
و زمین رو افتادید. ما دانشمندا الان توی این قرن اخیر به این نتیجه رسیدن که کهکشان‌های دیگه‌ای وجود داره، فقط کهکشان رایشیری نیست، کهکشان‌ها هست، آسمان‌ها هست. اما شاید بیشتر از 3000 سال پیش که کتاب تورات نوشته شد، در همونجا میگه خدا آسمان‌ها رو آفرید. پس آسمان ها وجود داشت و بعد ببینیم که ادامه پیدا میکنه، خدا روشنایی رو خلق میکنه، خدا روز رو میآفرینه. و بعد ما میبینیم که در باب یک کتاب پیدایش رو من برای شما عزیزان دارم قرائت میکنم، در آیه 6 میگه خدا آسمان رو و زمین رو از هم جدا میکنه، آبهای بالای آب رو از پایین آب جدا میکنه و همینطور خدا خشکی رو به وجود میاره. ادامه پیدا میکنه، خدا به زمین فرمان میده و دستور میده با کلام خودش که گیاهان رو به وجود بیاره، نباتات رو به وجود بیاره و هر آن چیزی که میتونه میوه داشته باشه. و بعد از اون ما میبینیم که خدا نورافشان ها، ستاره ها رو به وجود میاره، ماه و خورشید و تمام این اجرام سماوی که وجود دارن رو خدا به وجود میاره و در واقع اونها رو در جای خودش قرار میده. در روز چهارم، در روز پنجم هستش که ما میبینیم که خدا جانوران و جانداران متفاوتی رو که در آبها، در عمق آبها هستن رو خدا خلق میکنه. میگه خدا گفت و آبها از انبوه جانداران پر شد. و در نهایت در روز ششم هست که خدا جانوران روی این زمین رو خلق میکنه، وحوش زمین رو خلق میکنه که در انتهای اون خدا با فکر و در واقع اراده خاصی تصمیم میگیره که انسان رو خلق کنه. وارد این قسمت زیاد نمیشیم و در آینده بیشتر صحبت میکنیم، اما میدونیم که چقدر زیباست که خدا تمام این جهان رو خلق کرد با کلام خودش. او اراده کرد و او گفت و این کلام خدا، همونطور که ما در عهد جدید باش آشنا میشیم، این کلام خود عیسی بود. او گفته شد، او اعلام شد، اون قدرتی که در عیسی بود، قدرت خلاقی که در عیسی بود، بر این زمین در تمام قسمت‌های مختلف دمیده شد، گفته شد، اعلام شد و این زمین و این جهان خلق شد. خدا با کلام خودش این جهان رو خلق کرد و آفرید. یا چیزهای جالبی شنیدیم راجع به خلقت زمین.
و سوال دیگه که الان برای من و شاید خیلی از عزیزان پیش میاد، آیا واقعا زمین، انسان‌ها و همه چیزی که روی کره زمینه در 6 روز خلقت شدن، یعنی واقعا یک روز برای خداوند همون 24 ساعت ماست یا تایم و زمان خداوند آیا فرق کنه؟ این هم سوال جالبی هست که هنوز هم که فکر میکنم سالها گذشته الهیدانان متفاوتی دارن در موردش صحبت میکنن و در واقع نظر میدن، اما چیزی که فکر میکنم اکثر الهیدانا در این مورد بر یک باور هستند این هستش که واقعا اون 6 روز یک روزی که مثل ما هست در واقع نیست. در کلام خدا ما میخونیم میگه که یک روز برای خدا هزار سال، هزار سال مثل یک روز هست. اما چیزی که اینجا داره بهش اشاره میکنه بیشتر به 6 دوره و یا 6 بازه زمانی اشاره میکنه و ما اگر واقعا این رو در نظر داشته باشیم، خب خیلی موقعا در ابتدای مسیحیت در این باور بودن که از آدم تا پیش از عیسی مسیح فقط 4000 سال بوده و این زمان رو در نظر میگرفتن، اما ما طبق واقعا مفسرین کلام خدا میگن و همینطور تاریخ نویس ما برای 11 باب اول کتاب پیدایش هیچ بازه زمانی مشخصی رو ما نمیتونیم داشته باشیم و گفته نشده و همینطور برای روزهای خلقت نیست. ما نمیدونیم در روز اول که خدا روشنایی رو خلق کرد این روز چه بازه زمانی رو طول کشیده و سپری کرده و امکان داره هر کدوم اینها واقعا چندین میلیون سال باشه. ما برای همین هستش که واقعا الان دانشمندان یک فسیل یک گیاهی رو پیدا کردن که گفتن برای دیدن 300 میلیون سال هستش، یه گیاهی که 300 میلیون سال پیش بوده. خب این میتونه واقعا وجود وقتی که پیدا شده، ما نمیتونیم بگیم نه این نیست، این واقعا هستش و باز هم به ضد کتاب مقدس نیست، چون هر کدوم این زمان‌ها میتونه بازه زمانی زیادی رو وجود داشته باشه. عده‌ای از الهیدانا بر این باور هستن که حتی یک بازه زمانی طولانی بین آیه 1 و 2 کتاب پیدایش است که اینجا میگه در آغاز خدا آسمان‌ها و زمین رو آفرید، زمین بی‌شکل خالی و تاریکی بر روی ژرفه‌ها فرا گرفت. وقتی که میگه خدا آسمان و زمین رو آفرید و بعد میگه زمین بی‌شکل بود، خالی بود، تهی بود و بایه بود، و خیلی از الهیدان‌ها بر این باور هستن، من خودم اینو میتونم بپذیرم، باور دارن که یک فاصله زمانی بسیار زیادی بین آیه 1 و 2 هست، چون خدا چیزی که خلق بکنه هیچ موقع خالی نیست، هیچ موقع بی‌شکل نیست، هیچ موقع تهی نیست، هیچ موقع بایر نیست، هیچ موقع سیاه نیست. و باور دارم که شاید سقوط شیطان و فرشته‌های تاریکی در بین آیه 1 و 2 اتفاق افتاده و این تاثیر رو روی زمین گذاشته و میگم میلیون‌ها سال وجود داشته بین آیه 1 و 2 و حتی در اون ابتدا شاید خدا زمینی که خلق کرده باز گیاهایی درش بودن، جانوران بودن که ما نمی‌دونیم و ما خلقت جدیدی رو که در واقع خدا به وجود آورده رو ما از طریق موسی میتونیم در باب 1 ببینیم. مطمئناً اینها 6 روز 24 ساعته نبوده، یک دوره‌هایی بوده، یک بازه‌های زمانی بوده، شاید 6 دوره بوده، هر دوره چند ساعت طول کشیده ما نمی‌دونیم، اما مسلماً اینها هر کدوم بازه‌های زمانی رو شامل می‌شده که خدا داشته خلقت خودش رو خلق می‌کرده و می‌آفرید.
جوابای جالبی هستن. همونجور که میدونیم دایناسورها وجود داشتن، فسیل‌هایی که الان پیدا میشه. پس زمان خدا با زمان ما شاید فرق میکنه، نمیدونیم 24 ساعت ما برای خدا چند وقت بوده. خیلی جالب بود، ممنون هستم آرش جان. و سوالی که برای من و همینطور شاید خیلی از بیننده های عزیز اینجا الان به وجود میاد اینه که اصلا خدا برای چی کره زمین رو خلق کرد؟ هدفش از این کار چی بود؟ آمین. خیلی سوال زیباییست، چرا خدا این زمین رو خلق کرد؟ یک در مزمور نویس در مزمور 19 آیه 1 اینطور میگه، میگه آسمان جلال خدا رو بیان میکند و فلک از عمل دستهایش سخن میگه. آسمان جلال خدا رو بیان میکنه، خدایی که قادر مطلق است، خدایی که تمامی قدرت از آن اوست. او نه فقط این کهکشان ها، نه فقط این دنیا، بلکه این زمین رو خلق کرد به خاطر اینکه بتونه جلال خودش رو، قدرت خودش رو، شکوه خودش رو آشکار کنه. چه چیزی حتی برای ما باورمندان عیسی مسیح خداوند، به نظر من هیچ چیزی بیشتر از نگاه کردن به این طبیعت، نگاه کردن به آسمان، نگاه کردن حتی به این اکتشافات علمی نمیتونه جلال خدا رو برای ما آشکار کنه. واقعا من وقتی خودم هر بار به طبیعت نگاه میکنم، یکی از این واقعا کشف جدید دانشمندان میام، بیشتر ایمان من تقویت میشه، قلب من بیشتر نسبت به این خدایی که پر از جلال و شکوه هست بیشتر واقعا پر از پرستش میشه، که خدای ما چقدر عظیمه، چقدر پر جلال هستش و چقدر زیباست که خدا در این زمینی که خلق کرد انسان رو خلق کرد. و حتما در آینده صحبت خواهد شد در موردش که این زمین رو به انسان داد. کلام خدا میگه که در مزمور 115 آیه 16 میگه خدا این زمین رو به انسان بخشید. چه افتخار بزرگی هست واقعا، هللویا، چه افتخاریست. کلام خدا باز در جای دیگه میگه زمین و پری اون از آن انسان هستش، مال انسان هستش. خدا این زمین رو خلق کرد و هر اون چیزی که من و تو نیاز داشتیم، انسان بهش نیاز داشتیم، رو پیش از ما، پیش از اینکه ما رو خلق کنه، چیزهای دیگه رو خلق کرد برای ما، برای اینکه ما بتونیم از خلقت او لذت ببریم، از خلقت او استفاده کنیم، در این خلقت زندگی کنیم و در یک رابطه و مشارکت نزدیک با خدای خالق باشیم. من فکر میکنم بزرگترین هدیه‌ای که خدا میتونست به خلقت خودش به انسان بده زمین بود. زمینی که هر اون چیزی که انسان نیاز داشت رو میتونست از این زمین برداشت کنه، از غذا، از پوشاک و هر اون چیزی که میتونست لذت ببره. گیاهان متفاوت رو آفرید، میوه ها رو آفرید و هر اون چیزی که روی این زمین بود رو به انسان داد تا ازش لذت ببره و در واقع استفاده کنه. دوست عزیزی که این برنامه رو نگاه میکنی، اگر شما ایماندار هستید به عیسی مسیح خداوند، امید من این هستش که این برنامه و موضوع امروز باعث شده باشه که قلب تو بیشتر از قبل به خدای خالق خودت، خدایی که تمامی این جهان و کهکشان رو آفرید و پسر خودش رو برای من تو فرستاد و قربانی کرد، بیشتر قلب تو به او چسبیده باشه. و دوست عزیزی که شاید هنوز به عیسی مسیح خداوند ایمان نداره، شاید اصلا حتی خدا رو رد می‌کنی و بر این باور هستی که علم حرف آخر و حرف اول رو میزنه، شاید علم حرف آخر رو بزنه، اما خدا هستش که حرف اول رو پیش از علم زد. و دعای من برای تو این هستش که هر چقدر بیشتر، اتفاقا وقتی که در علم عمیق‌تر میشی، به دنبال اکتشافات جدید هستی، هر چقدر بیشتر اینها رو میبینی و میشنوی، قلب تو بیشتر به این موضوع برسه و پی ببره که یک خالق و یک ناظر و یک حاضری بر تمامی این کائنات وجود داره، کسی که خودش رو برای تو قربانی کرد و نه فقط میخواد این دانش و اطلاعات رو به تو بده، بلکه میخواد حیات جاودان رو به تو ببخشه و تو رو از این زندگی که شاید برای تو امروز و فردا هست به یک زندگی و حیات ابدی دعوت کنه. خدایی که جهان رو آفرید، خدایی که کائنات رو خلق کرد، او در بین تمام این خلقت، در بین تمام این در واقع آفرینش به من و به تو فکر کرد، به تو فکر کرد قبل از اینکه، کلام خدا میگه پیش از بنیاد عالم او به ما فکر کرده. چقدر این زیباست، پیش از اینکه خدا تمام کهکشان ها رو بیافرینه، خدا به تو فکر کرد و تو در نظر او بودی. پس دعوت میکنم که سعی کنی قلب خودت رو برای خدای خالق باز کنی و اگه موافق هستید با هم دعا کنید، برای هم عزیزانی که این برنامه رو میبینن و مخصوصا در قلب من هست برای عزیزانی که هنوز باور ندارن به خدایی که خالق و ناظر هست، با هم دعا میکنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم که تو
خدای عالی هستی، تو خدای قدوس هستی و تو خدای قادر مطلق هستی. تو رو شکر میکنیم خداوند برای علم، برای کشفیات علمی. تو رو شکر میکنیم که تو این توانایی رو به انسان دادی تا بتونه خداوند در از طریق علم به خلقت تو خداوند بیشتر آگاهی پیدا کنه. دعا میکنم ای خدای خالق که تو با قلب تمام عزیزان از طریق همین کشفیات علمی، از طریق همین تحقیقها خداوند صحبت کنیم و به اونها نشون بدیم که پشت همه اینها یک خدایی هست که آفریننده است، که حاضره و ناظره و قادر زندگی اونها رو نجات بده. و اگر امروز خدا از طریق این برنامه با قلب تو صحبت کرده، میخوام تشویقت کنم که همین الان چشم خودت رو ببندی و این خدایی که تو رو میبینه به او بگی که ای خداوند بیا و با قلب من سخن بگو، من میخوام تو رو بهتر و بیشتر و عمیق‌تر بشناسم، بیا و خودت رو بر من آشکار کن. در نام عیسی مسیح آمین. خدا شما عزیزان رو برکت بده. آمین و آمین. واقعا هیچ دیگه من نمیتونم در ادامه صحبتهای تو بگم. آرش جان ممنون هستم بر این دعای پربرکت و همچنین توضیحاتی که دادی. مطمئن هستم شما عزیزان هم مثل من برکت گرفتین، خیلی چیزا برام یادآوری شد، خیلی چیزها رو نو یاد گرفتم. خیلی خیلی ممنون. عزیزان اگر شما از طریق این برنامه متوجه شدید که بیشتر میخواین راجع به انجیل، راجع به این خبر خوش متوجه بشین، بیشتر احتیاج به کلام خدا دارین، سوالها دارین، ما دوباره شما رو دعوت میکنیم. از شنبه پیش دوره جدید حقجویان ما شروع شده. کلاس‌هایی هستن که عزیزانی که میخواین راجع به مسیحیت بیشتر یاد بگیرین، سوالها دارین، میخواین راجع به انجیل بیشتر یاد بگیرین، دعوتتون میکنیم از این دوره جدید. هر شنبه از ساعت 11 ما نه فقط حضوری اینجا در کلیسا هستیم، بلکه این برنامه آنلاین هم لایو از طریق اینستاگرام برای شما عزیزان پخش میشه. دعوتتون میکنم واقعا همراه ما باشید. مطمئن هستم که خیلی برکت میگیرین و خیلی از سوالهای شما جواب خواهد داده شد. و همینطور مثل هر هفته که اعلام میکنیم، اگر احساس میکنیم که موضوعی هستش که ما میتونیم برای شما در دعا باشیم، عزیزانی هستن از کلیسای آلفا و اومگا که در طول هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 شب منتظر شما عزیزان هستن تا بتونید تلفنی یا از طریق واتساپ یا از طریق ایمیل تماس بگیرید، موضوعهای دعاتون رو بگین. فرق نمیکنه چه موضوعی هست، عزیزان خوشحال میشن، مشتاق اینم که برای شما بتونن دعا بکنن. ما ایمان داریم که خدای زنده ما دعاها رو میشنوه و به وقت خودش عمل میکنه. پس همونجام که از اول این برنامه گفتیم، در این هفته های بعدی میخوایم بیشتر راجع به خلقت، الان راجع به خلقت زمین صحبت کردیم، فکر کنم هفته دیگه نوبت خلقت آدم و حوا، انسان و خیلی چیزهای دیگه هستش که بیشتر متوجه بشیم مژده این خبر خوش انجیل چه معنایی داره و اینا رو بتونیم بیشتر درک کنیم و بیشتر با عیسی مسیح منجی ما آشنا بشیم. پس خوشحال میشیم اگه هفته دیگه هم تو همین زمان از طریق یوتیوب ما رو دنبال کنید، ما رو همراهی کنید. الان هم میخوام خیلی کوتاه برنامه‌های هفتگی کلیسای آلفا و اومگا رو ببینیم. دعوت میکنم از عزیزانی که در هامبورگ هستن یا در اطراف، خوشحال میشیم اگه بتونیم توی یکی از روزهای هفته، مخصوصا روزهای یک شنبه، در جلسه شما عزیزان رو ببینیم. اونجا خادمین در انتظار شما هستن و یا دعای ما اینه که واقعا این امسال سال پربرکتی باشه و شما بتونید با منجی ما عیسی مسیح، همون که ما آشنا شدیم و برکت گرفتیم، شما هم با خداوند زنده آشنا بشین و مشارکت داشته باشید. پس الان خداحافظی میکنم آرش جان. پس در هفته های دیگه، البته کشیش آبه بابایان هم همینطور نوبتشون خواهد شد، هفته های دیگه بیشتر راجع به این موضوع با هم صحبت خواهیم کرد. تا هفته دیگه در رسانه خداوند بمانید. هفته پربرکتی داشته باشید عزیزان. خداحافظ.